بیننده عزیز تلویزیون جهانی امید 24، سلام بر شما. من محمد مختار عمر هستم، با یکی از گفتگوهای ویژه دیگر شما را خوش آمدید میگم. امروز با دفتر رئیس تحقیقات جنایی مبارزه با جرایم جنایی کابل ما تشریف آوردیم و امروز جنرال صاحب سالم الماس میخواییم که مصاحبه اختصاصی و کوتاهی داشته باشیم که توجه شما را بدان معطوف میداره. جناب جنرال صاحب تشکر از اینکه وقت گذاشتیم برای ما و برای بیننده عزیز ما که مصاحبه داشته باشیم برای شما. سلام عرض ادب خدمت همه بینندگان تلویزیون شما. تشکر از شما که تشریف آوردیم به کابل و به دفتر ما. زنده باشه. و این مورد نخستین سوال جنرال صاحب، وضعیت امنیتی کابل شما چی بین ارزیده میکنه؟ جامعه پدیده اجتماعی است که در هر جامعه که انسان زندگی میکنه جرم جنایت اونجا وجود داره. وضعیت امنیتی شهر کابل نسبت به سالهای گذشته، ما در امسال نسبت به سال 1396 97 بیشتر از 11% واقعات کاهش نشان داده که ما تخمینا 30% از گراف مقایسه‌ای نسبت به سالهای گذشته جرم در شهر کابل کاهش یافته. مگر نیاز است که پلیس کابل و نیروهای امنیتی ما با همکاری مردم عزیز ما که در شهر کابل زندگی میکنند و همکاری ها تلاش فراوان داشته باشند که ما بتانیم سطح جرایم در شهر کابل نسبت به سال 97 در سال 98 هم کاهش پیدا کنه و مبارزه مجادله و جرایم جنایی هم پلیس کابل تلاش بیشتر کنه در مقابل جنایتکارا و مجرمین. بسیار تشکر. شما را از شهروندان کابل از دزدی وسایط نقلیه و رازنی ها و قطاطریقی از طرف شهر خیلی شاکی هستم، خصوصا به مناطق دوردست کابل. اقدامات شما در این عرصه چی است؟ پلیس کابل همیشه 24 ساعت در خدمت مردم خود است. در این شک نیست که پلیس کابل بدون همکاری مردم نمیتواند که در 7 میلیون نفوس یا بیشتر از 7 میلیون تقریبا 8 میلیون نفوس در شهر کابل زندگی میکنند وظیفه خود در پشت خانه ها یا در پشت کوچه های هر عنوان و ما یک پلیس استفاده کنیم. در این رول عمده و مهم همکاری مردم بازی میکنه که باید از مردم با ما همکاری کنن و پلان های پلیس که همیشه که از ماه 24 ساعت ما داریم عملیات های ویژه که به خاطر جلوگیری یا گرفتاری از مجرمین و جنایتکارا روی دست داریم که انشاءالله با زودترین وقت هموطنان ما شاهدش خواهد بودم. پاسپورت سایوی که یکی از لایه وظایف اصلی پلیس مبارزه با جرایم است که ما شهر خود در یک دیتابس همش مثل دنیای پیشرفته نفوسش دکاکینش وسایتی که در شهر کابل گشت گذار میکنه سریع پلان داریم که در یک دیتابس یا پاسپورت سایوی که ما نام گذاشتیم اونا بیاید در دیتابس یا همون سیستم خود اینا را ثبت کنیم که ما بتانیم و زودترین وقت هم واقعاتی که سایه بشه پیش ما ثبت باشه که رسده کنیم. طبعا شهر کابل 13-14 جنگ و بدبختی را در حالاتی که با همه هموطنان ما چی در داخل افغانستان چی در بیرون کشور آگاهی دارن که 13-14 جنگ در افغانستان یک کشور جنگ زده هستیم. سلاح افراد غیر قانونی هم در شهر کابل هسته، خانه های غیر پلانی هم هسته. این که سبب یکی هست در کل سطح دزدی و رازنی ها و قطعه ترقی به چه اندازه در طول چندین ماه پایین آمده؟ در صحبت حوال ما گفتیم که 30% نسبت به سال 1396 97 کاهش آمده، یعنی در واقعاتی که ما داریم نسبت به سال 1396-97 و 11% در چند واقع
کاهش پیدا کرد. یک موضوع دیگه که هم مردم عزیز شهر کابل و شهریان کابل همیشه به تشویش ساخته است که اکثر هم اختطاف صورت میگیره در اختطاف قضیه اخیر مهسا که شما هم تیمتان واقعاً از خود ابتکار نشان دادن و به جدترین فرصت اختطافچی ها را شما دستگیر کردین، عاملین این اختطافه. چی آمادگی های لازم تیم شما و تیم پلیس کابل با همکاری ریاست شما در قسمت دستگیری عاملین اختطاف دارن؟ ما در شهر کابل، پلیس کابل همیشه آماده یک خود دارن به خاطر مبارزه، مجادله با جنایتکارا و زورمندان و قانون شکنا. با بالای گروپ اختطافچی همه شناسایی شده که از زیاد با این گروپ ها مار شده، گرفتار شده، یک تعدادش از بین رفته، یک تعدادش در زندان است، یک تعداد باندهای بسیار کوچکی که اونا فعالیت دارند در شهر کابل یا بیرون از شهر کابل، اینا شناسایی است و از در این وقت پیش از اینکه اینا اقدام کنند ما شورا عملیات های ویژه که در روی دست داریم اینا گرفتار بشن. به این شکل نیست که جرم نیست، جرم وجود داره، مگر پلیس هم بیشتر از قبل که تلاش جدی داره. قضیه مساجان واقعا یک قضیه بسیار بیرحمانه و جنایت بیرحمانه بوده که وحشی ها انجام داده بودن. ما ساعت 9:05 روز بود که برای ما زنگ آمد که یکی از همشهری های ما دخترکش اختطاف شده. حاجی من خودم داخل اقدام شدم، در محل رفتم. زمانی که من در پیش خانه اینا رفتم از پدرش که وقتر من رسیده بودم در محل. ما از همونجا کار خود آغاز کردیم. کمتر از 24 ساعت ما جنایتکارا را گرفتار کردیم. واقعا متاسف هستم که ما نتونستیم ایشون نجات دادم. من قبل از اینکه پلیس اینا را به دست بیاره، اینا همو عمل جنایتکارانشان که مساجان از بین بودن بوده بودن نتانسته بودن این را نگاه کنند، همون صبح نوبجه در وجه که اختطاف کرده بودن شب از بیشون از بین رفته بود یا کشته بودندش که چی، یا از ترس پلیس که زود پلیس اقدام کرد، همه ساعت تحت پوشش داشت، اینا نتانستن که بیرون از شهر کابلی را بکشن، از بیشون کشته شده بود. ما صبحش این جنایتکارا را گرفتار کردیم. بعد از چندین ساعت که تلاشایی که پلیس شب روز داشتند در 24 ساعت ما اینا را گرفتار کردیم. بعد از چند ساعت اعتراف کردند که متاسفانه قبل از گرفتن ما اینا را از بین برده بودند و با یک نهر ها انداخته بودند که بعد از چند ساعت ما را کشیدیم و به خانوادش رسید. آیا از بهبود وضعیت امنیتی به شهریان کابل شما اطمینان میدید؟ 100% انشاءالله ما تلاش خودم میکنیم. پلیس کابل با تیم امنیتی کابل که امنیت نیلیس گارنیزون کابل است، اردو نیلیس پلان های روی دست داره و انشاءالله بزرگتر این وقت یک وضع امنیتی یا بهبود وضع امنیتی در شهر کابل شما خواهد شاهد شده. ما و همشهریان خود در شهر کابل چی در بیرون است کشور هستن اطمینان میدن که صادقانه به خاطر رضای خدا و به خاطر مردم خود مبارزه میکنیم، ولی به قیمت جان ما تمام شد به خاطر امنیت شهر کابل تلاش میکنیم. شکر جناب جناسر، چی چیز مانع کار شما در مهار جرایم سازمان یافته در کابل میشه؟ مانع کار ما شما همیتو که قبلا گفتم کشور جنگزدی هستیم، طبعا عراقین عالی رتبه یا وکیلای پارلمان یا رهبرهای سیاسی نفوذ خود در شهر کابل داره یا در پایتخت افغانستان از داره. اینا هم یکی از چالش های عمده است که برای ما همیشه وقتی که مجرمین جنایتکارا گرفته میشه از تحت فشار فوکس اینا میباشه، مگر ما هیچ وقت با اینا با کسی مدارا نکردیم، سرخم نکردیم، مبارزه میکنیم. اینا هم یکی از چالش های ما هستن و چالش دیگه است که شهر ما غیر پلانی است. خانه های تقریبا 60% یا 70% شهر کابل شهر غیر پلانی است، در سر تفاهم، در کوچان، در پس کوچان و ایرای خانه های غیر پلانی یا بدون نقشه. اینا هم یکی از
علل جرم است که در شهر کابل میشه، یعنی مجرمین میتونند در تو جای غیر قانونی زندگی کنند یا از اون جای استفاده کنند. افراد غیر مسئول که بقایای چند سال جنگ در افغانستان ماندن، این هم یکی از دلیلش است که مانع کار رو بشه. مگر ما در این چند سالی که تقریبا 2 سال شما باعث رئیس جنایی هستم، به مقابل همچو کسا استادگی کردیم. ما بیشتر از 9500 جنایتکار در شهر کابل در جرایم گوناگون این 2 سال گرفتیم و مبارزه ما صادقانه جریان دارد و همکاری مردم هم نیاز داریم که همیشه بزرگای ما و ملت ما ما را حمایت کنند که ما بتانیم در مقابل همچو جنایتکارا که صادقانه مبارزه کنیم و موفقانه وظیفه خود انجام بدیم. شما در جریان صحبتتان از وکلای پارلمان و اشخاص بانفوذ که در مقامات بلند دولتی قرار دارن یادآور شدیم، فکر نمیکنید که شما را در تنگنا قرار میدن و کار مبارزه را و چالش میکشن و مردم از پلیس ناراض از این قسمت؟ در این شکل نیست. وقتی که ما در مقابل همچون کسایی که اینا فشار سیاسی یا طرف میارن سر ما یا از نفوسشان فشار میارن که بعضی جنایتکارا را ما میگیریم، گرهاش ها که اینا را با مو گفتنشان یا با اون گپشان ما لبگی نگفتیم یا یک جنایتکار را راه نکردیم، طبعا هم نفوس خود در سر داره که ما را میتونه که از طریق سیاسی فشار بیاره یا همو اداره ما را سپورتاج کنه یا همو وظیفه ما را. مگر ما با این کارا سر خم نکردیم، در مقابل جنایتکارا صادقانه مبارزه میکنیم و بهتر از این است که اینا وقتی که جنایتکار حمایت کنن ما را حمایت کنن، پلیسشان حمایت کنن که ما بتانیم یک شهر همین داشته باشیم، یک پلیس با اقتدار داشته باشیم، قانونمند داشته باشیم در کشور خود. و ما از مردم هم ملت خود خواهش ما است که با پلیسشان همکار باشن که ما بتانیم در همچو کسایی که حمایت از جنایتکارا میکنن و یا با جنایتکارا هم دست هستن و اداره پلیس سپورتاج یا قسم گرانگان میگن ما از اونا را است. جناب جنرال شما تانستین که لیست ای کسایی را که مانی کار شما میشه به رسانه ها معرفی کنید و با مردم بفرمایید که کیا هستن؟ خودتان میفهمه که افغانستان در او حالتی نیست که خدای نخواسته ما یک درد سر دیگی به حکومت خود شدیم یا به ملت مردم خود شدیم که ما افغانستان باز به نفاق و به جنجال های کشمکشی که چند قبل بوده یا 10 سال 20 سال قبل بوده ببریم. اگر نیاز باشد در وقت ضرورتش خاطی نامه را افشا کنیم. پس بیشتر از این کسایی که شما را در قسمت کارتان به چالش مواجه میکنن وکیل هستن یا کسای مقامات بلند دولتی؟ طبعا ما نمیتونم که فعلا نام مشخص از کسی ببریم. در جامعه که بعد از 3 دهه جنگ امنیت بیا، قانونمندی بیا، مشکلات خودم میداشته باشه، ما مبارزه خودم میکنیم. اگر زیادتر که از سر ما فشارات اسیس بیایه که ما در مقابل مجرمین جنایتکارا نتانیم درست مبارزه کنیم، باز به خیر ملت ما باشه و منافع ملی ما در نظر گرفته، باز انشاءالله به دسترس مطبوعات و به نظر شما و به عنوان شخص نخست کسی که امنیت کابل به عهده دار است، فکر میکنین که کسایی که مانی کار شما میشه اینا مجرم تحمل نمیشه؟ ما اگر شواهد مدارک که سر اونام پیدا کنیم از اونام انشاءالله ترسی راسی نداریم، خواهم گرفتار شد. مگر به همر هدایت مقامات بزرگوار رهبری وزارت داخله و رهبری حکومت وحدت ملی، مگر چون احساسات مردم و وقت به نظر گرفته که وقت ما بسیار و یک وقت حساس است این شرایط فعلی و
بعد از 40 سال جنگ حداقل یک نسبی امنیت در شهر افغانستان در کل در شهر کابل است. ما به خاطر وحدت یک پارچگی و مردم رو باید تلاش کنیم و در مقابل مجرمین هیچ وقت ما سرخم نکنیم و مدارا و گذشت را نکنیم. در مقابل همچون کسایی که جنایت کار هستند، زورگوی هستند، قانون شکن هستند، غاصب هستند، ما صادقانه مبارزه کردیم. همین فکر میکنم بیشتر بودتون 9000 یا بیشتر از 9000 جنایتکار از زمانی که من وایس رئیس جنایی در 2 سال هست گرفتار کردیم، اینا همه شامل اون کسایی هست. در این طبع کسایی که حمایتگر اینا بودن هم یک شریک جرمی شده میشه اگر سر اونا ثبوت پیدا کنه میگه. در قضیه اخیری که شما برادر ملات الاخیر دستگیر کردین اما با ضمانت رها شد، آیا چی ضمانتی وجود داره که باز هم دست به جنایت نزنه؟ سری زمانی که من شخصا رئیس رئیس جنایی با اینا را گرفتار کردیم تقریبا بیشتر از 24 ساعت پیش ما همیجا بودن. طبعا فشارات امیر یقین گفت و سرمون زیاد آمد، ما با هیچ کسی سر خب نکردیم و گذشت نکردیم. اینا را همو تایو مراحل قانونی رسمیشه در نظر گرفته مسئول عمالی را آن کردیم و مشکلات تحقیقاتی یا گپی آن کداش اونانشان دوسیهش تکمیل شده به سال عمالی روان میشه. اگر ما حکم گرفتاری شد بتر ما با ضمانت ایراد شده دوباره گرفتارش میکنیم و به قانون دست میشه. پیام شما به عنوان رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی کابل با مجرمینه که هنوز هم میخواهند اخلال کنن و نظم جامعه را مختل بسازن چی است؟ ما زمانی که روز اول به ریاست جنایی گماشته شدم پیام ما به مجرمینی بود که کابل جای امن به مجرمین نیست، اینا گرفتار بشن و پنجه قانون بشن تسلیم دارن. و حالا از طریق شما و تمام جنایتکارهایی که از طریق مطبوعات میبینن یا میشنن پیام ماهی از کابل جای امن برشان نیست، دیگه اینا نمیتونن سر مردم موضوع کنن، بهتر ای است که به قانون تسلیم شون و یا از عمل جنایتکاریشون دست بکشن. و پیام دوم به مردم ماهی است که با پلیس خود همکاری کنند که ما بتانیم همچون جنایتکارهایی که سر مردم موضوع میکنند دستشان را گرفتار و به پنجه قانون سپرده شد. بسیار تشکر از وقت. تشکر از وقت. سلامت. بینده عزیز، این بود مصاحبه اختصاصی ما با محترم جرام الماس، رئیس تحقیقات مبارزه با جرم جنایی قماندانی امنیت ولایت کابل. تا مصاحبه های بعدی شما را به علی بنیاز میسپارم. بینده عزیز تلویزیون جهانی امید 24، سلام بر شما. من محمد مختار عمر هستم از رای خیلی دور از افغانستان عزیز از شهر کابل با شما همکلام هستم. ما امروز به ریاست تحقیقات جنایی قماندانی امنیت کابل آمدیم تا از کارکردها و تلاش و زحمات شبانه روزی نیروهای امنیتی افغانستان تقدیر به عمل بیاریم. جمع کثیری از فرهنگی‌ها و فعالان مدنی هم با ما در این سفر امراه هستند. گزارش کوتاهی را خدمت شما عزیزان از تقدیر رئیس تحقیقات جنایی کابل خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. امیدوار هستم تا آخر گزارش با ما باشین و اوقاتتان خوش. آقای شریفی یکی از شخصیت های بسیار عالی همه تان خودتان معرفی کنید خود را بگشت آمانه بیارم از چلکی اگر جایی کنید خودت تان بگی خودم معرفی کنید برای دوستان خودت معرفی کنید Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, 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 dass